طی های گذشته ما یک ویدیوی آموزشی در رابطه با ساخت کیت فلزیاب آی در داخل کانال آی سی منتشر کردیم که امروز قصد داریم در این ویدیو با این کیت بریم توی طبیعت و به صورت عملی عمق کابوش این کیت فلزیاب رو در داخل خاک بررسی کنیم پس با من تا انتهای ویدیو همراه باشید سلام دوستان همونطور که میبینید اومدیم تو طبیعت و میخوایم فلزیاب دست‌سازی رو که ساختیم رو مورد آزمایش قرار بدیم آموزش ساخت این کیت فلزیابی پی آی رو چند هفته قبل در کانال یوتیوب هم گذاشتم شما میتونید به راحتی به کانال یوتیوب مراجعه کنید و آموزش ساخت اون رو مشاهده بکنید همچنین لینکش رو هم داخل کپشن همین ویدیو رو براتون میذارم برای تغذیه کیت من از یه باتری 12 ولت استفاده کردم که این باتری 12 ولت رو داخل این کیف کمری گذاشتم که حملش برای من راحت باشه باتری که استفاده کردم یه باتری اسید خشک 12 ولت همونطور طور که میبینید که توسط یک سیم که سر سیم یه فیش آداپتوری متصل شده که به راحتی بتونم به کیت متصل کنم و اون رو راه اندازی بکنم و همین راحتی شما هم میتونید همین کار رو انجام بدید ساخت لوپ یا سیم پیچ من خودم این کار رو انجام دادم و لوپ رو به صورت دستساز ساختم همونطور که میبینید من از فیبر چوبی سمین استفاده کردم که اون رو دادم به کارگاه های لیزر برام برش دادن شما هم میتونید این کار رو انجام بدید برای پیچیدن سیم پیچ هم همونطور که تو ویدیو آموزش ساخت کیت گفتیم ما اومدیم از سیم مسی با سطح مخته 8 میلیمتر استفاده کردیم که حدود 18 دور به قطر 45 سانتی متر این رو من پیچیدم و در نهایت با چسب نوار چسب اون رو نوار پیچ کردم و توسط های پلاستیکی کمربندی به این فیبر محکمش کردم برای کابل رابط هم, هم از کابل آر جی هشت استفاده کردم و از سر کابل هم, هم یه سوکت نظامی دو پین زدم که به راحتی بتونم اون رو بکیت متصل بکنم شما هم به راحتی میتونید لوپتون رو مثل من بسازید برای دست این لوپ هم من از یک لوله پلاستیکی آب استفاده کردم یه لوله یک, یک متر و بیس کفایت میکنه طول یک متر و بیس کافی سر لوله کمی توسط حرارت خم بکنید و رزبه بزنید تا به راحتی بشه به روپتون متصل بشه و اون رو بلند بکنید برای اینکه بتونید فلزی ها به دستازمون رو آزمایش بکنیم من سه تا هدف آماده کردم که هدف اول من چون سکه نداشتم یک پین فلزی هستش که عبادش مثل یک سکه دیویست تومنی هست بعد از اون هدف دوم من یه علنگوی طلای هفت گرمی هست و هدف سوم من یه قوطی نوشیدنی فلزی هستش که من اینا رو ابتدا توی فضای باز روی هوا تست میکنیم بعد از اون تک تک این اهداف رو داخل خاک میذاریم تا ببینیم که عملکرد به ما به چه صورت هسته همانطور که گفتم اول قراره که اهداف رو دونه دونه رو هوا به لوب نزدیک بکنیم و ببینیم در چه فاصله میزنه بعد از اون اهداف رو داخل خاک بذاریم و چک کنیم که داخل خاک توی چه عمقی کاوش میکنه برای انجام این کار این تست من لوپ رو اینجا گذاشتم یه متر پارچه ای استفاده کردم که ببینیم که دقیقا تو چند سانتی متری اهداف رو جستجو میکنه همانطور که میبینید لوپ رو هم به کیت متصل کردم و الان کیت روشنه و باید تنظیمش کنیم برای تنظیم هم من صدا رو روی ولوم آخر میزنم به روی آخرین درجه تنظیم می‌کنم ولوم وسط رو روی حالت وسط تنظیم می‌کنم که عدد 8 یا 9 رو نشون میده به من بعد از اون ولوم سوم رو من رو میچرخونم تا صدای تیک تیک بده بازر من میکروفون رو به برد نزدیک میکنم تو که میبینید صدای تیک تیک میده هر یک ثانیه یک تیک میزنه در این بخش نوبت به این میرسه که ما اهدافمون رو داخل خاک بذاریم و ببینیم فلزیاب دست ساز ما این اطراف رو داخل خاک تو چه عمقی آشکار میکنه برای شروع من از همین پین فلزی شروع میکنم که توی تست هوا ما 15 سانتی متر عمق داشت برای همین من یه حفره ای رو اینجا حف کردم که ارتفاعش 10 سانتی کمی کمتر از 15 سانتی متر حفرمون رو کندیم اون هم دلیلش اینه که توی خاک ما یه مقدار افته به اصطلاح عمق داریم میریم برای آزمایش همونطور که در بخش قبلی ویدیو مشاهده کردید ما کیت فلزیاب پی آی رو در محیط واقعی در داخل خاک با استفاده از سه هدف مورد آزمایش قرار دادیم اگه بخوام یه نتیجه گیری کلی از این آزمایش داشته باشیم اینه که خب کیت فلزیاب ما کیت فلزیاب پی آی قدرت نفوس کمتری در داخل خاک داره و تقریبا در یه خاک معمولی که حالا ما آزمایش را انجام دادیم سی درصد کاهش اوم داشتیم به صورت کلی و اگر حالا خاکمون خیست باشه یا سنگ راخی باشه ممکنه که این درصد بیشتر بشه و تا پنجاه درصد هم برسه که این یک عیب به شمار میاد برای این کیت یعنی نفوس بزینی کمی داره در داخل خاک اما از مزایاش اگر بخوام بهتون بگم اینه که خب مصرف جریان خیلی کمی داره با همون باتری که حالا من به کیت متصل کرده بودم شاید شما بتونید 24 ساعت به صورت مداوم کابوش بکنید و یه مزایای دیگه هم اینه که خیلی راحت بالانس میشه یعنی بالانس کردن این کیت خیلی کار ساده ای و هیچ نیاز به آموزش خاصی نداره و اینکه پایداریش هم خوب بود یعنی تو محیط که من باش کار کردم پایداری خوبی داشت البته ما قرار بود از دسته استفاده بکنیم تو فیلم برداری اون دسته پلاستیکی ساخته بودیم اما خب رزوه دسته دچار مشکل شد و ما امکاناتش رو نداشتیم که اونجا بتونیم دسته رو تعمیر کنیم به خاطر هم مجبور شدیم که لوپ رو با دستمون بگیریم و جابجا جا بکنیم به صورت کلی اگه بخوایم بگیم این کیت برای عمق‌های زیر یک متر 70 80 سان برای فلس های با ابعاد بزرگ کاربردی هستش و شما نباید انتظار عمق بیشتر از یک متر از این کیت داشته باشید به با مثل 80 سانت 90 سانت برای اجسام بزرگ قابل دسترسی هستش به پایان ویدیو رسیدیم خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید امیدوارم این ویدیو براتون مفید و لذت بخش بوده باشه تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار